دستگیر شدین و بعض موارد دیگه. اعتراض میکردم و حق میگفتم. از موتر که پایین شدم یک موتر نظامی بگویم دیگه آمد. از همین دوسیام بشردو صاحب که نام مانشته است، یعنی از همین هم یک یاد کنین. آزمودن. آیا رشوت برایتان پیشنهاد شده بود؟ بشردو صاحب 56 میلیون دلار در حساب بانکی در سوئیس داری. زیر پلام علی برام. عفیز محمدی، thank you for this beautiful program. سرنوشتم موترتون چه شد؟ ماشینش کار میته؟ اگر کدام عمله انتحاری باشد، نفهمد که من در کدام لانکدام گذر هستم. امو کسایی که در سرکا سرچپه میرفتن، یکان دفعه بیدست میرفتن. من بیتم رئیس بی بخاطر است که یک اکت کنی به اصطلاح یک تیم بیدهی و در دندان دارم و دندان بدن نیست. افرادی که شما آوردین کلشان ازم یک دسته است، یک گروه. و آیا برخورد فیزیکی با کسی داشتین؟ با آقای امید کرزی وقتی وزیر پلان بودیم، بله. سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به برنامه گپ جمع گپ. بصیره محمدی هستم، امروز در خدمت شما قرار دارم با جمع از دوستای ما. البته تا فعلا تشریف ندارن، ولی ازشان میخوایم که بیاین و گپای ما را شروع بکنیم. سلام. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان گل مهربان، خوش آمدین به برنامه گپ جمع گپ. و بصیره جان تنها بودن. یعنی پیشتر چی میگفتی؟ چیزی نه. چپس یارک پیشتر یک کس بخوری بسیار آدم جالب میباشه دیگه. انشاءالله که لبخند نثار شما و عزیزا و دوستایی که ما رو بیننده هستن، در هر جایی که هستن خوش و خوشحال باشین. اروپا و امریکا و مچم آسیا و کشورهای مختلف که افغانای ما در نقشه که ببینید، هر کشوری که می دست باین از افغانای ما آرام باشین، خوش باشین. امی بعض مطلعی بسیار جالب است که وطن ما شما داره و از طرف بزرگای ما، پدر ما، مادر ما، از این مردم ما میشنویم. دیر مطلعون دیسی خکونی مطلعون رو متاسم لکه؟ مثلا ژرنده که د پلار ده هم پوارده. ژرنده که د پلار ده هم پوارده. آسیا که میگه از پدرتان هم از بنوبت است. این مطلب بسیار در بین ما مروج است و معمولا در یک جای، در یک موقعی که شما قرار میگیرین، باز یک مطلب کس برتان میگه. مثلا بسیار مطلب جالب و زیبا است که چندین دانش شاید در ذهن شما آمده باشه که آدم میتونه به نوبت بگه. و شما دوستایی که ما رو میبینین، مطلبی را که ما میگه مگه از یاد ما رفت، شما در کامنت نشته کنین که چقدر دیگه را شما یاد دارین. مثلا مستقیم نسی خبری دی که ولی خلکو تا خب دی مطل بندی رسایی چیز دی سغواری چورده وایی درم میگه بود که دیوار بشنوه. یکی از مطل هاست دیگه؟ مطل ها فیجان بسیار زیاد است. در هر موضوع یک مطل داره ایم ما شما. بعضش بسیار پرمفهوم است که حتی یک کتاب است. یک کتاب است. دقیق راست میگه. دیگه مثلا آینک سر چشم گرنگی نداره؟ آینک سرچشم گرنگی نداره قسم نیست. تفاوت جان مجا سرچشم گرنگی. خیلی باش اکسایش بگویم. یعنی ای که یک کس بسیار مثلا به فامیل، به اعضای فامیل گفتم میشه نه که آینک مجا سرچشم گرنگی نداره، یعنی باش همراه ما، میمان باش، باز بخیر برو، یعنی مجا سرچشم گرنگی نداره به شک. در به تو میگم دیوال تو بشنو. در دندان دارم و دندان بدن نیست. خواندن است. ببخشید رفتی دک و فاز دیگه رفتی در کوچه دیگه. خاطر که از در قریه نمیمانه، اسب خود خانه ملک بسته میکنه. یعنی که یک نفر که در جای مدره دیگه میخواه کمی کل کاره شوه، باز میگهش که تو میدار خود در قریه کس نمیمانه و میخواه که اسب در خانه ملک بسته شوه. لکه جبه هم قلده هم بلا. بلکل. و علافی جان ای دیاد دوران مکتب من انداخت. امو کتاب پستور که اتمنی می بود باز که میگه بگو یک جمله تیزمیر میگه. مثلا میگه دیر آید درست آید. یعنی زیاد تجله نکنی، یکان تو هست که می تجله جله میگه والا زود کدم یک کار انجام شو، زود کدم فارغ شوم، زود کدم مکتب بخوانم، زود کدم مثلا دریور شوم، فلانی شوم، دیر آید درست آید. باز برزو کسای که جله میکنن به ارتباط می دیر آید درست آید. آش مردا دیر پخته میشه. آه با جان نامردا. یا مثلا
عجله کار شیطان. کار شیطان. راست از بی پیسگی اصاب خرابی می شود یا نیست؟ از کتاب خودی را پاوجان یه مطلع خودت است. دیگه؟ حافظ جان یک چیز که با ما زیاد جالب بود خورد بودم که می گفتن زیر کاسه نیم کاسه هستی نمی گفتم البته یک کاسه بالا کنی بیرز یک نیم کاسه دیگه چی رقم هستی؟ بسیار یک مفهوم کلان داره وقتی که یک کس یک چیز از تو پت میکنه باز میگه زیر کاسه نیم کاسه هست نیم کاسه هست یعنی زمان که خود بودم نمی فهمیدم مفهومش یک چی مونم می گفتم البته یک کاسه دیگه زیر کاسه هست از محبت خارها گل می شود. راست میگی. اول سلام پس یک کلام. باز یکی دیگه است که یکان تو که زیاد تو بلند پروازی میکنم دیگه میکنم باز میگه شولی تا بخو پرده تا کن. شنیده نه؟ شولی تا یا پای تندازی گلیمت دراز کن. دراز کن. یا یک چیز دیگه که میگن خرس یاد که اودان گده دوست بگی تا بال فاوجارت شده کرفته باشین کسی هم تو گفته باشه شما شنیده باشین از بستر. والا چرا این از ما پرسان کردی؟ بخاطر که برشم من که تپام نیستم که خزواره باشم نه برای امو چی میگن تیپتان میزی بیم والا او دو افه بگم کارم از زنگ زدیم میگه پشم این شوخی از بگم تو یک مطل بسیار آمیانه جالب هستی خینه بادزید که میگن ادامه شنه نمی باشه در شده که خینه بادزید از دیگاه بدن یگان تارو میگن تو بدقلق هست جنگ با پیسه میخره آفرین جنگ با پیسه میخره آفرین یک چیز دیگه که میگن بز دغم جان کندن و قصاب دغم دغم چربو آفرین او یا بل چی دا او با پدنگ نبیلیجی او بلکل اقا یعنی چی پا دنگ بندی او با نشه بیلا ولنگ یعنی که قدر زیاد بگی زیاد چی نکو دقیق هست آزموداره آزمودن خطا است. آزمودن خطا است. یک نفر که یک دفعه خطا کرد، دو دفعه، سه دفعه باز گروه تو آزمایش کردی، او دیگه آزمودن خطا است. آزمودن خطا است. دیگه مطلی است که احتیاط نکن تکر میکنی با ما چی؟ و یک مطل دیگه که داره میگن دیوارا موش داره و موشا گوش داره یکان تا که غیبت میکنن آفرین هم بس میگن که دیگه پنه زنن که دیوارا موش داره و موشا گوش داره و با او اوترام هست که کس یعنی گپ تانه گوش نگیره در پشت دروازه نگیره یه نک مطل خوبش یاد ما آمد جتر برازر خوشو استفاده میکنن خوشو استفاده میکنن مچ ما تجربه شما اینیش که باز بسیار خوش مه کج بشین راست آفرین درباره می کج بازی یک چیز دیگه هم هست بار کچ به منزل نمیرسه دقیق هست نیت صاف منزل آسان منزل آسان ای خود پیش سراچا می بود کوفل آسان ترین مطلب بود که یکی می بود فوج نه کی آب در کوزه و ما تشنه لبان میگه شیر است تا شیر تو مطلب سر بده اصلا که مثلا کار مثلا میگن لاف بی سیر از دل گشنه نمی آید و سوار از دل پیاده نمی آید یعنی یک نفر است که از دل گرم خود گرفت داره ایست که بروی ترست درست میگه اگه دفعه در موقعت ما قرار بگی باز با دوزو میفهمی از یک دست صدا نمی آید یعنی همیشه دو طرف چی میشه که یاد خوبیش یاد بدیش از یک دست نمی آید یا دو تربوز با یک دست گرفتن همیشه باز در اینی مطال مرا کم زور میته خود انسان ها کلش شما میکنن درد کدر خود کدر نه درد است نه درمان حالا میشه دیگه یک آدم شما میکنن درد است و درمان نی خود کدر خود کردر نی درد است و نی درمان نه سردوش است اینی مطال مماز میکنن فران جانی نه ای در صورت میشه که یک نفر مثلا خوب میگن که این کار را نکن باز اون کار را میکنن باز از اون باز میبار بیاده خود کردر نی درد است نی درمان یکی چیز خیلی دامین گفت سزای قروت اوگر سزای قروت اوگر یک چیز جالب دیگه که میگه او خد کو مایی بگی اینیش خوبش است یکان تا که میایه فضا را دیگرگون میسازه و کار خود انجام میده و منفعت خود میداشته باشه خلاص دیگه او خد است یا که میگن ما که دوست شدیم ما تا برامد یعنی یه رقم مطلقی نیشدار است یکی دیگهش که یکان تو یکان روز خوب نداره نه مثلا سرک موضوع بسار لبروش کشال است یکی دیگه دیگه سرک زخم از اون نمک پاش میتی یعنی سر زخمش نمک پاش میتی یکی دیگه میگه خود ما دمر تو ساجق میجوی ترق ورق قدی طرف دان میبری و طرف دان ترقان تو خوش نمیخوره یکی دیگه هم چی بود؟ این شم خوبش هست زیر پلاملی برام هایام یکی از مطالعه است که بسیار کاربرد داره و بسیار مردم استفادهش میکنن دنیا را او مرغابی را تا بند پایش آب که اثر پرید چیاگ نیزه چیست نیزه این نمی مرغاوی دنیا را او بگیره مرغاوی تا پایش یک استفاده شده کن مرغاوی مل پشیمان است که من چرا کار کردم مرغاوی چرا تا بند پای مثلا تو تا بند پای مثلا اون از زیاد استفاده کرد یا مایی را کار وقت از آب بگیری تازه است میمره بازگان تو میگن نه که مایی را گرفتی میمره میمره تازه هم است میمره اون مطل چین اعتبار شده ساقط شده و یکی بسیار مطل جالب دیگه که میگه کو هر چقدر بزرگ باشه سر خود را این مطلع کلش یک کتاب است این کو که مثلا هر چقدر بلند باشه سر خود را داره مانه
معنی زیره که هر چه مشکل کلان باشه راه حل داره. این تک معنی یا مثلا میگه که یک دیگه به میکو است که میگه کو به کو نمیرسه، آدم به آدم میرسه. مگم این نیشه که دی جوی کو رفته باز میره، مگم من تعقیب کردم این نره نرفته نمیره. میگه مشت نمونه خروار است، مشت نمونه خروار است. یا میگه این گپ های است که از بزرگا ماندن که یک چیزای خوبش میکشیدن. آل کجاست یک دانه مطلب بکشه یکی مگه گال گندش کرد لاته بودنه کمتر شده نمیشه فیلی چاکن در چاس همیشه یک کسی این مطلب خب وظیفه از کجا باشه دیگه؟ نه بخاطر از این که یک کسی دیگه را تشبیه کرده به یک کسی که در علیه یک کس مشکلیات میکنه، دسیزه سازی میکنه، مثلا پایش که تیشه میزنه، این موضوعات از تخریب میکنه. یکی دگام از خی مرغ زیرک در دو دام است. آفرین. هنچه که دیگه آمست میگه بار کش به منزل نمینسن. این تکرار شد. جنگی دیگه شما. نه جنگی نه اینکه بسیار جالب است که میگه چاکن در چاست، یعنی که کسی که چا میکنه به یک کس دیگه و تخریب میکنه خودش بالاخره در اونجا بند میمونه. یعنی یعنی از شروع دمونیت بد داره؟ دمونیت خود میمانه. مثل که هر چیزی که کشت کنی اموری داره اموری. آفرین. مطل سر مطل. و دیگه یاد آمد خلدار است. با تنگ آمد با جنگ آمد. با جنگ آمد. یک کسی که دیگه بیخی اصولیش گرفتی دیگه از باز دیگه جنگ خودم میکنم. میگه فیزیاد میگه بودانه شوق رفتار کو کرد رفتار خودش هم از یادش رفت. این نیست در مطلع تقریبا نمیتر صدیگی دانگ یاد کنم این حال مدامی گفت زدن دانگ بیه صدیگی دانگ یاد کنم ایست باشد بارز مدرم. بله یک مطلع بسیار جالب دیگه هم هست که میگه هر چیز بندازه که از پای تو را نندازه. که تو را از پای نندازه. تو را شو از آخر آمد. که تو را از پای نندازه. مثل که آن چی از حد بگذارد رسوا شد. رسوا شد. بگیرش که نگیرید. بگیرش که نگیرید. یعنی که تو خدا چی میسازی که تو برحق هستی؟ وقت دو نفر یک گپ را میزنید. او خدا اکبر جانب نشان میده. شما بگوین که مطل است یا نه؟ بگی کمک کن چی دانه جنگ مانده؟ این مطل است که فوال جانی را کشف کرد. این را کشف کرد. دلداری به میکب برای. یک چند تا رو خدای میز جور کرد یک چند تا مطل. دیگه مطل ها بسیار زیاد است و امو بزرگای ما بامی کلمات خود، بامی گپای خود یک دنیا را بامی یک جمله برای شما میگفت، یک کتاب بامی یک جمله برای شما میگفت. دیگه یکی دیگه همیالی یادم آمد تفت نکرد جوش آمد جوش آمد بسیار جالب یکی دیگه بسیار جالب که خانه را پر ارزان که باز فکر زن کن بس یک آسته استا یاد کلگی نیم بسیار که دیگه پس دوی مجردار خراب کنید همه دوستا که میگیدن شما هر چقدر که یاد دارین نشته کنین در کامنت ها بر ما بفرستید ما میخوانیم و ما میخوانیم و با دوستای دیگه هم شریک کنین و این مطلع بدون شک یک کتاب است. تشکر از بزرگا که با هم یک جمله ما را فهمانده که دنیا و زندگی چه قسمه است و در کدام مرحله زندگی باید چی کنی فقط در یک مطل ختمش میکردن و دوستایی که ما را میبینند شما برای ساخت اعلانات و حمایت برنامه گپ جمع گپ یا سپانسر برنامه گپ جمع گپ میتونید با این شماره 916-906-0989 با ما به تماس شوید در واتساپ ما را پیدا کنید و ایره به خاطر زیاد بکنیم بعض دوستا پرسان میکردن که چطور ما میتونیم اعلان بفرستیم هم اعلان میسازیم هم برتون نشر میکنیم هم اگر شما حمایت کردین که نور علی نور است و بریم به هموطنان عزیز ما که در هموطن چی فرستادن و حالا پیامای هموطنان ما چی گفتن؟ سلام کاکا حفیظ نامی ما مستفشیر است نامی ما مصفیر است و ما در سویدن زندگی میکنیم و ما برنامه شما را دوست داریم دوست کردین زنده باشین که دوست دارین سلام برسه برتان پیام بعدی سلام اجازه الله قریشی هستم از شهر زیبای کابل کابل نام خدا برنامه زیبای حفیظ الله محمدی جان را میبینم بسیار برنامه جالب است همیشه بیننده هستم گپ جمع گپ تشکر عزیز دل پیام بعدی یک سلام خاص برای برنامه گپ جمع گپ تشکر و بالخصوص برای حفیظ محمدی تشکر و دوستایش
نباشه شکر. تهیه کننده و فیلم بردار و تدوین و تدارکات و حمل و نقلشان چقدر بگم جان تشکر میکنم. اسدالله هستم از سویدن. سویدن گپ جمع گپ گپ جمع لطف کردین اسد بزرگوار. سلام کاکا فیز مایساستم یسرا جان امارات پیام روان کردیم از امارات با همکارای تان سلام میگم و علیکم گپ جمع گپ زنده باشی عزیز دل پیام بدی. حافظ نازنین سلام خدمت خودت همکارای نازنینت ان شاء الله خوب و صحت سلامت باشین. کاظم حیدری هستم از ولسوالی زیبای پخمان. خواستم یک ویدیو از کابل عزیز برنامه خوب صدای پرنده است و چون خیلی یکی از علاقمندان برنامه دوست داشتنی گپ جمع گپ هستم. زنده باشید ان شاء الله خوب سر حال سر صحتمند باشین و روز و روزگار به خیر سپری کنین در دیار غربت. تشکر عزیز دل لطف کردین به تمام دوستان و خدا در پخمان نگه گرمی هم هست چی میلای باشه به کل عزیزایی که اونجا هستن سلام برسه و عزیزای ما که در کابل میلا میکنن همی بیخی وطنی دیگه همی تا داخل صدای مرغا و گنجشکاوی هم واقعا به یاد پخمان مرا باشه. سلام حفیظ جان ما یوسف هستم از دنمارک. نام خدا یوسف جان در بغل تشکر از گب جمع گب دوستتان دارم. ما هم دوستتان داریم. گب جمع گب نام خدا نام خدا بعدی. سلام ایلیاس هستم. ایلیاس جان سلام با کوکافیس گپ جمع گپ زود دوست دارم. خدافز خدافز تشکر دوست عزیز. وعلیکم. من دکتر سما ازم بس کشور آلمان گپ جمع گپ دوست دارم. دوست کردین زنده باشین که دوست دارین سلام برسه برتان. پیام بدی. سلام خدمت حفیظ جان و سایر همکاران عزیز. وعلیکم علیکم سلام عزیز از کشور بلژیم. محمد اسیم صافی هستم از کشور سوئیس. سلام خدمت حفیظ جان و جمله همکاران. زنده باشین. احمدی هستم از جرمنی و موقعیت فعلی ما شافاوزن کشور سوئیس. سوئیس جهان سپاس داریم از برنامه گپ جمع گپ از بابت نقطه وصلشان میان ما افغان ها. زنده باشین. بیشک همین نقطه وصل که گفتین دیگه بیخی دیگه ما را خوشحال ساختین. واقعا ما می بخش ما برای کل هموطنان است. پیامای جالب مگر جور کنین روان کنین دیگه انتشار شده میر به نوبت مگر. پیام بعدی. سلام گپ جمع گپ. سلام حفیظ محمدی. Thank you for this beautiful program for Afghani people. Thank you. اینه یک از علاقمندهای خارجی ما. Appreciate it. زنده باشین لطف کردین. و یکی دیگه آخر پیام است. سلام و اصلاد هستم از جمهوری چک. جمهوری چک 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 سل واقعا دیگه برانکارای سلام میگم. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. زنده باد افغانستان. زنده باد خودت. به امان خدا. زنده باد خودت. یک کلمه. با کل امتحانی بزرگوار. بیره من لطاسی طولو نه. استاسی طولو پیغامونو نه تاسی ویلی گی. زمونگ شمیره ده نه یو شپک. نه سفر شپک. سفر نه اته نه. دیکی تاسی واتساپ که من پیدا که او خپل ویدیوگانی ویلی گی. لگ زره دیسی کریتیویتی و خلاقیت وکی به ویدیوگانه که او مونگ بیانشته بود. سپاس از تالارهای عروسی تاون کنتی به خاطر تالار زیبایی که در اختیار ما دادن. تاون کنتی عروسی های مجلل میمان عزیز ما دوستان منتظر هستن. قصه و گپ بسیار زیاد را خود داشتیم. گپ جمع گپ خود بود و امی وقفه در میان است. خدا مهربان است. پس بیاییم گپ جمع گپ. که کومه ترافیکی پیغه که را گشیوی است او نپوهیجه چه ملامتی است کنه نو موش سره اڑی کمونی سی. موش ستاسی ده موتر او زنی زیان مصرف با دیر جر تر لاسه کرو. زموج موترونه پی سی او لایسنس او بشپر بیمه هم لری. هر ارتباطی شخص تا 1500 پاوند کمیشن ورکول کیجی. ده لازیات و معلومات لپاره لقایس اتسکزی سرا پا لندن که اڈی کونی سی. ده اڈی کش میره سفرشل اتسو و پنزوس پینزه نوی پینزه سوا. او سفر واویا 222 سفر شل اتدرش ایلنگ اکسیدنت. ما در اچ ام میدیا گروپ اعلانات تجارتی شما را با نازل‌ترین قیمت و بهترین کیفیت خواهیم ساخت. ساخت اعلان به زبان‌های فارسی، پشتو و انگلیسی. اگر در آمریکا یا هر کشور دیگر هستید میتونید برای ساخت اعلان تجارتیتان با ما به تماس شوید. واتساپ مثبت 1-916-906-0989. ایمیل info@mediahmgroup.com. تراوا
طاقت، قدرت و نشاط با انرژی نایت واکر. وارد کننده انحصاری به آمریکا و کانادا شرکت کپیتال. قابل دسترس در تمام مارکت های افغانی. ثبت لحظات خوشی شما با اچم پرودکشن. خوشی و لبخند با اچم پرودکشن. برای ساخت و نشر اعلان تجاریتان با ما به تماس شوید. بله دوستان، دوباره خوش آمدین به ادامه برنامه گپ جمع گپ. مهمان ما کسی است که 62 سال دارد، زاده ولایت زیبای غزنی است، در افغانستان مکتب خوانده اما تحصیلات عالیش بیرون از وطن بوده. وی دکترای خود را در بخش حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه پاریس به دست آورده. سال 2009 کاندید ریاست جمهوری افغانستان بود، وزیر وزارت پلان بود، در پارلمان افغانستان چندین دور نمایندگی مردم را کرد، اما این موتر و این خانه وی است. واقعا هم همونطور غریبانه و بشر دوستانه زندگی کرده. به خاطر همین بشر دوستی و غریب نوازیش از شرق تا غرب و از جنوب تا شمال افغانستان همه او را دوست دارند. شخصیت ملی و مردمی، واقعا بشر دوست و خادم مردم، به افتخار جناب دکتر رمضان بشر دوست کف دارید. دکتر صاحب بزرگوار سلام برسه، بسیار بسیار خوش آمدین به برنامه گپ جمع گپ از کابل زیبا. انشالله که صحت و سلامت باشین. بسیار خوشحال هستم چشم ما روشن شما را میبینیم. علیک السلام، سلام من به شما، به تمام همکاران شما، همه عزیزان. افتخار بخشیدین که بعد از مدت ها از طریق مصنوعی دیگر، در حالی که یک مدت زیادی از نزدیک میدیدم شما را، خوشحال بودیم. فعلا از راه دور اما با قلب نزدیک افتخار بخشیدین که با شما و از طریق شما با هموطنان عزیز که بیننده برنامه شما در داخل و خارج هستند و زیاد هم شکر هستند می باشم. افتخار با ما بخشیدین. زنده باشین دکتر صاحب بزرگوار. یاد از امو وقتها بخیر دکتر صاحب که ما شما هم پشت از میز شیشته بودیم، چندین بار صحبت میکردیم. حالا دیگه شما یک میز متفاوت دارین، ما عین در این طرف بحر و آبها هستیم، یک فاصله بسیار دور، اما قلبای ما نزدیک است با اینکه فاصله ها زیاد است. دقیق است، قلبا بدون شک نزدیک است. خب سلام برسه جناب بشر دوست صاحب، خیلی خوشحال هستیم که در برنامه همراه شما هستیم و شما را با خود داریم. جناب بشر دوست صاحب، حال خود میفهمین که هر کس اسنادهای خود جور داره و خوش داره که یک سو برن. بر شما چند کشور پیشنهاد شد که شما رد کردین و نرفتین؟ میشه بر ما بگین که وضعیت فعلیتون چیونه هست و آیا خوش هستین؟ به نام حق و به یاد فقرا، باز هم سلام به شما و بینندگان شما. تشکر از چهار تا عزیزان که نوبت اول به شما به خانم دادن. فکر میکنم شاید آب و هوای آن طرف کمی تأثیر کرده باشد. بسیار خوشحال هستم، افتخار ما هستین. من به یک دستم که افغان، اول خوب بعضی کسا میگویند که ما میرویم به خاطری که کدام خطری نباشد، و دقیقا تجزیه و تحلیل قبل از آمدن طالبان و بعد از اینکه قبل از اینکه اعلان عفو عمومی کند، برداشت ها بر اساس تجربه ای که از امارت اول داشتیم و داشتن هموطنان عزیز ما، انتظار خطر بسیار زیاد بودن، خطر جانی برای شما. بله. بنابراین تعدادی از هموطنان ما تصمیم گرفتن. مطابق من یک فلسفه دیگر، یک عقیده دیگر دارم با آن، این که وقتی اجل آمد به اصطلاح عام، اما طور که در دین و آیین ما به صورت واضح در قرآن شریف هم گفته می شود که دقیق. یک لحظه پس و پیش نمی شود، و حتی بگوید اگر در برج‌های محکم در آن زمان لان کروزر و بادیگارد و زره اینا نبود، میگوید که اگر در برج‌های محکم پنهان شوید، وقتی اسرائیل آمد شما فرار نمیتونید. بنابراین از من به یک قدم بودم و هستم که اگر خطری باشد، اگر عجلی بیاد، اگر اسرائیل بیاد،
چی در کابل باشیم، چی در واشنگتن باشیم، چی در پاریس، چی در بن باشیم، فرار نمیتونیم. و حتی یک خاطره بسیار کوچک که من میخوایم قصه کنم که بفرمایید. وقتی وزیر پلان بودیم، یک روز در دفتر آقای حمید کرزی رئیس دولت موقت در دوی ما نشسته بودیم. در آن زمان شایع شد که آقای کرزی یک زن دوم را گرفته، نامزد شده. بعد من بسیار متد خالصانه پرسان کردم رئیس، شما وقتی که از یک نقطه به نقطه دیگر می روین، 5 تا لاند کروزر است و شما در یک از لاند کروزر ها می باشین، بله. 4 تا خالی پشت شما در حرکت خالی روان است. من گفتم رئیس بی بخاطر است که یک اکت کنی به اصطلاح یک تیم بدهی و عالی و سرصدا است که شما نامزدم شدید. بله. آقای کرزی به من گفت که نه، به خاطر مسئله امنیتی است که اگر کدام حمله انتحاری باشد نفهمد که من در کدام لاند کروزر هستم. بعد من بسیار ساده پرسون کردم که رئیس اگر اسرائیل اومد چطور میکنی؟ چون اگر اسرائیل اومد میفهمد در کجا نشستی. بنابراین یک نقطه دوم به نظر من سالا شعار دادم، سالا گفتم، سالا سخنرانی کردم که من نمیده واقعی مردم هستم. مردم بدون پول و پلاو به من رای دادن، حتی پول از دیگرها گرفتن، پلاو از دیگرها خوردن، اما رای به من دادن. بله. و یک معجزه بود که ما بدونی که پول داشته باشیم، بدونی که تنظیم داشته باشیم، حزب داشته باشیم، میمارخانه داشته باشیم، پلان کشور خارجی پشت سر ما باشد، ما در انتخاباتی هم ریاست جمهوری هم پارلمانی موقف سوم گرفتم. بله. و یک معجزه بود. بنابراین بسیار ناجوانمردی بود، بسیار جای خجالت بود که من این مردم را تنها میگذاشتم در شرایط دشوار، به خاطر که وقتی طالبان آمد هیچ کس نمیفهمید که کشور به کدام سو حرکت میکند، چی به وجود میاد، عفو است، نیست، خونریزی است یا نیست. بنابراین من به این عقیده بودم و هستم که در هر شرایط و بخصوص ما سیاسیون که شعار ما وطن است و خاک است و مردم است و قوم است و نمیدونم خدمت است، ما باید مردم رها نکنیم و بخصوص در زمان غم، در زمانی که سرنوشت معلوم نیست، در وقتی الوه تقسیم کردن هر کسی است. فکر میکنم خوبی است که در کنار مردم باید در شرایط دشوار باشیم. این دلایل بود که من نخواستم کشور را ترک کنم و یک مثل که ماهی که در آب زنده است، در واقع من بین مردم زنده است. بشک عالی است بشاردوست بزرگوار. فقط کوتاه بشاردوست، یکی از شایعا که مدت قبل پخش شد که شما گویا خدا نخواسته دستگیر شدین و بعضی موارد دیگه گفته شد دمی صفحات اجتماعی و یا دیگه، خواستم که شما نظرتون رو بگین که انشالله که بخیر گذاشته و چیز گپ نبوده. شما اگرچه یک ویدیو هم پخش کردین. از موتر که پایین شدم، یک موتر از نظامی بگویم دیگه آمد و نفرش از پایین شد از موتر رنجر به اصطلاح با من گفت شما رو امیر صاحب خواستم. من بله. فکر کردم که مثل همیشه اینها که ما رو میخواین نیروهای امنیتی جمهوریت و نیروهای امنیتی امارات اکثرا سلام علیک میکنن، پرسوال بله میکنن که کدام موضوع بله. مشکل است. من رفتم و بعد با من گفت در موتر بشینین. در موتر نشستیم، منم دیگه چیزی نگفتم، رفتیم طرفی حوزه. در حوزه که پایین شدیم با مجاهدینشان، چونم پلیس و عسکر خود اینا مجاهدین میگوید، وقتی ما پایین شدیم، همه کسایی که در دروازه حوزه سوم استخبارات به اصطلاح پیره میکردن، نگهبان بودن، اینها که من دید و فکر کردن که من برای بازدید از حوزه آمدم، طرف من آمد، سلام علیکی کردن، بعضیش بغل کشی کردن. بعد آمیر وقتی حالت دید به مجاهدینش گفت بشاردوست صاحب در میمارخانه ببری. ما رفتیم در میمارخانه. میمارخانهشان اتاق مجاهدینشان است که در آنجا یک دو تایش نشسته بودن. داخل شدیم، بعد گفت چای بیارین، چای آوردن. بله. چای هم خوردیم. بله. به اصطلاح و از اون شیرنی های بسیار ساده و ارزان قیمت به اصطلاح با اونا خوردیم. بله. بعد وقت نماز شد، در یک اتاق هم دفتر هم مسجد ساختن، رفتیم نماز خوندیم. در وقت نماز تمام شد، امیر اعظم آمده بود نماز خوان، بیرون شدیم، من طرف میمارخانه رفتم، اونا طرف دفتر بود. بعد به اونا گفته بود که بشاردوست به نان هم بیدین. نان آوردن، یک ماکارونی بسیار خوشمزه پختر کرده بودن. بله. با بانجان با روغن سرخ کرده بودن، بسیار زندگی عادی. بله. نان هم خوردیم.
دیگه از من کسی پرسان کرد این تمام مجاهدینی که می آمد خبر شده بودن که من هستم می آمدن سلام علیکی میکردن فکر میکردن من آمدم که دیدن کنم اونا دیگه تصور نبودن که من آوردن من خودم بله. نیامدم بعد ساعت 9:30 خلاصا 9:30 ده بجه بود که با من گفتن که ما میتونیم در خانه بریم بعد وقتی من بیرون میشدم که طرف خانه حرکت کنم که یک هیئت آمد و از مقامات امارت از ریاست استخبارات آمد از ریاست امنیت کابل آمد از بله. ریاست 3-03 و 090 اگر اشتباه نکنم آمدن و بعد در بیرون نشستیم چای خوردیم با اونا هم قصه کردیم و اونا از دوران کمپین من قصه کرد که وقتی من کمپین میکردم رئیس هیئت از غور بود گفت در غور ما در کمپین آمده بودی میدیدیم که بله. کمپین میکنی بعد از من پرسان کردن که کدام بی‌احترامی کدام حرف زشت کدام حرکت بد صورت گرفته گفتم نه به هیچ صورت و واقعا بر خودم یک معماست فکر بله. میکردم که من رفتم از آوزه دیدن میکنم هیچ کدام مشکلی نبود بعد با حیات ساعتهای 10:30 در خانه آمدیم و بعد من یک ویدیو منتشر کردم چون بله. دوستا خبر شده بود که بشردوست به نیروهای امنیتی بردن در یک رنجر بعد من یک ویدیویی که شما یادآوری کردین منتشر کردم خیلی میمانی بوده دیگه بشردوست خیر خیرتی بوده کاملا خیر خیرتی بود و واقعا حتی آمیر صاحب دوباره در میمان خانم نیامد که با من بگوید بشردوست صاحب چای تلخ بود شیرین بود یک چیز نفهمیدم که چی بود موضوع چی بود بشردوست صاحب چقدر آدم خوشبخت هستین و میمانی تبدیل شد آوازی که مردم کرده بود بشردوست صاحب احترام سلام تقدیمتان امی بعضی کسایی که در چوکی دولتی باشه کمر بسته میکنه که میگه ما خدمت کنم بازمی نمودش خوبیش دمیز که مصلاح را کار خوب از خود شروع کنه و شما دقیق نمود یک شخص هستین که همه کارهای خوب از خود شروع کردین مثلا مثالش که برتان موترهای زرعی داد 5-6 دانه کلش گفتین نمیگیرم موترک دوزشتنی خورد سایز خود گرفتین دیگه اون نمودم زین من مانده همون چی شد؟ سرنوشتم موترتان چی شد؟ ماشینش کار میته؟ چرا قم از تایراش؟ تقریبا در چندین دوره حکومت کار داده کار داده چطور که دیرا بندی ها خراب نشد؟ آل دیگه نخود امو فامیل هم بچه فلکام جای شواده و دیگه چه قسم از کار رفتیده چه قسم حساب هستم؟ یا موتر نو خریده موتر نو خریده چطور؟ کاملا وقتی من وزیر پلان شدم آقای رئیس جمهور $70,000 دلار داده بود به ریاست مالی و اداری وزارت پلان که برای وزیر موتر بخرن رئیس مالی و اداری در موتر فروشی فکر میکنم خیرخانه رفته بودن هتل خیرخانه و من تلفن آمد موبایل اینا نبود تلفن عادی به من گفت که وزیر صاحب ما موتر خریدیم بلد. شما بیاین رنگش خوش کنین وقتی من رفتم گفتم از کدوم موتر خریدین هم لاند کروزر رو به من نشان داد من میته بسیار مت باقر گفتم خانید خراب شوه این چی کار است که شما میکنین و رئیس مالی بعد به من قصه کرد به من گفت وزیر صاحب ما بسیار خطا شدیم چون ما فکر کردیم که شما میگوین این 70,000 کم است از مدل بالا باید گرفته میشد بله. بسیار وقت خطا شده بود با من گفت که وزیر صاحب $70,000 با ما بیشتر نداده بود من گفتم که من خانه خراب شوم اگر من موتر سوار شوم $70,000 بله. از پول ملتی که پیته یک بایسکل نداره و بله. واقعا 2-3 سال در پانتون میرون در کورس میرون در کار بله. خود میرون حتی امو ده افغانی را پول مثلا ملباس میخوان ذخیره کنن تا یک نان بخرن من گفتم که این بی‌وجدانیست این کار رو نمی کنیم گفتم پلان موتر عادی است وزارت پلان گفت بله یک موتر عادی است ما ترمیم کردیم کار میکند با مو موتر در وزارت پلان بودیم در پارلمان که آمدیم یک التوی سوزوکی من خوب یادم است که گرفتیم 1385 اگر اشتباه نکنیم تقریبا $3,000 در آن وقت بله. بعد این التوی سوزوکی تا 1389 با ما بودن خواه. بعد از 1389 دیگه او ما را رها کرده بود ما نمی کردیم بالاخره وقتی که دوره 16 پارلمان شروع شد یا عین چیز التوی سوزوکی یک مدل 1990 اگر اشتباه نکنم خریدیم $4,000 و تا امروز با من است این هم تقریبا عمرش با ما بخشیده خب ما رها نمیکنیم ترمیم میکنیم و ترمیم میکنیم فعلا موتر است تنها استیکری که داشت و استیکر سه بیرق افغانستان که بود او استیکر نیست تقریبا بله. در اوایل طالبان چون پیشی موتروان من بود در گلباغ او را برداشتن و موتر است با من بله موتر است بس عالی بسیار عالی میگشتن در شما بازم جای تنگ شده بخاطری که
خداوند فعلا برای من دو تا دختر و یک پسر داده. جای تنگ شده و مطمئن میگه دل تنگ نباشه، جای تنگ نیست. دقیق است، دقیق است. یعنی بشر دوست بزرگوار در کل جهان ما فکر میکنیم نظیر شما یک کسی که خاکسار و زندگی بسیار بیالایش و با اون موترک سوزیکی خورده که تقریبا دو سه نفر بیش جای نمیشه زندگی میکنه و با او نام و با او شهرت و با او محبوبیت که شما به دلهای مردم افغانستان دارین، ما به می جرأت شما که دموت موتر میگردین بدون زره و یا دموت یک شرایط دمو افغانستان همیشه گشتین، یک کف میزنین به می جرأتتان. زنده باشین. بشر دوست صاحب گرامی سلام برسه. سوال ما این است که اگر از مصروفیت یک روزتان بشر دوست صاحب بگوین، مصروف چی کار هستین؟ روزتان چی گناه آغاز میکنین؟ چون حال چی هم نیست، پارلمان هم نیست. پارلمان از اولی از 24 اسد 1400 در عمل لغو شده، کدام مصروفیتی خاص نداریم. از یک طرف مطالعه و درسایی که مطالعاتی که قبلا نکرده بودیم، حال خود فعلا اترنید کتابخانه جهانیست یک دکمه فشار میدیم، هر کتابی خواسته باشید در دسترس قرار میدهد. و از طرف دیگر 12-13 سال است که من کمک های وطنان عزیز را که از چارکنج دنیا $100 و 200-500 روان میکند و افراد بدون تعصب قومی، مذهبی و زبانی توزیع میکنیم. و کمک های تاجران و اینجوها و نهادهای بین المللی و دولها و حکومت ها را از اول رد کردم. بخاطر ایست که ما سعی میکنیم که بدون شرط و پول حلال و مردم غریب برسانیم. خداوند اجرتان بده بشر دوستای و تمام دوستایی که دوستای خیره که میبینن برنامه را. شما فیسبوک بشر دوست صاحب را تعقیب کنین، میافین که چطور کمک کنین اگر علاقمند هستین که با بشر دوست صاحب یک پل شما میان شما و میان مردم دیگه میتونین باز تعقیبش کنین. انشاءالله که راهش هست که کمکاتون رو بفرستین. سلام دکتر صاحب. دکتر صاحب منگ تعلق در کورانین هم که یادوانه و که مهربانه علیک السلام تاسو تا هم تودی سلامونه اوسکو نام خدا دو رور لرم سوسن جان لوملای لور میده او دوام لور می نسترن جان ده او یو ماشاءالله مزمل جان نوم ده نام خدا زیم و ماشاز ده که دمار یازی شوی 15 نفره به کیجو ام دست ده کنه نه بلکم زیز دکتر صاحب یکی از پرسش هایی که پرسش ها چون زیاد است چون ما شما را بعد از دیر وقت دقام پشتان شده بودیم دام ساعت دق شده بودن زیاد میگفتن که بشر دوست صاحب باید بیاین صحبت کردن که ما پشتان دق شدیم گفتیم سوال ها را جور کردیم به دل بیننده و به دل دوستا دیگه کوتا کوتا میپرسیم دکتر صاحب وزارت خوب دور بود پارلمان خوب دور بود یا حالی که نه پارلمان است و نه وکالت کدامش خوب دور است بر اساس منافع شخصی قضاوت کنیم یا بر اساس منافع ملی بر اساس منافع شخصی خوب مسلمان وزارت مقام است، موقف است، معاش است و همچنین وکالت یک موقف است، مقام است، معاش است، معاشی لکی هم است. بنابراین از این بود اگر قضاوت کنیم حتما او دوره خود بود. اما از دید منافع ملی اگر قضاوت کنیم فکر میکنم که متاسفانه در وزارت و وکالت وزارت تا جایی که امکان داشت ما تانستیم کار کنیم. یک بینوان مثال اولین بار در تاریخ اداری افغانستان سیاسی افغانستان شاید بوده باشد که یک فرد می آید و افراد را در کادر رهبری می آورد که قوم، مذهب، زبان، جنسیت برایش مهم نیست و اولین وزیری بود که ماش و خرج دسترخوان خود در اختیار کارمندان و مردم قرار می داد و ما تقریبا در دو ماه از 2500 و چند اینجوها را که در آن زمان ما دوست اعلان کردیم و آن زمان حرف من نشنیدن می گفتن اشتباس در حالی که حالی می گوین که اینا واقعیت بود و در وکالت متاسفانه چون من در اقلیت بودم و تصامیم ما، سخنانهای ما حتی توان شنیدنش نداشتن وقتی که مثلا صحبت میکردیم مایک قطع میکردن بعد به نیروهای امنیتی دستور میدادن ما را از پارلمان اخراج میکردن اگر واقعا پارلمان میبود و 1% در پای من نمیشنویدن فکر میکنم که طالبا به این صورت خواب قدرت هم نمیدیدن بنابراین یک از فرق میکند که از چی بود
و از چی زاویه ما ببینیم. دقیق است. و بشردوست بزرگوار، امو کسایی که در سرکا سرچپه می رفتن، یکان دفعه به دست می رفتن با موترهای کلان ران کلوزر شیشتی ها کمیشه در رادیو در بعض جایا مردم شکایت می کرد، راه را بند می کردن. دیگه من این فهم که شان آل فیلان هم به تماس کده بعضی کسا هستین، معمولا شما شکایتان از امی بود یا مثلا انتقالتان به می بود که تا مایکتان خاموش می شد، به چندین بار شما را از پارلمان می کشیدن اما حرف حق بلند می کردین، صدا می کردین. حالا او دوستا و یارا که در تماس هستین بشار دوست، حالت و وضعیتشان چطور است؟ خوشبختانه در آن زمان هم در تماس نبودیم، فقط در محدودی پارلمان می دیدیم. یکی بله. از شکایتشان، یکی از گلیشان هم با من این بود که بشار دوست زیر یک سقف 10 سال است، 12 سال است، بابا 14 سال است زیر یک سقف هستیم. امروز می بینیم نه چای ما را می خوری و نه چای با ما می دهی. من میگفتم همین که با شما در دهلیز یک سلام علیکی میکنیم، همین هم ما را به دوزخ کمی نزدیکتر میکنیم. دهان زمان هم رابطه نداشتیم، فعلا هم نداریم، نه تنها با اعضای پارلمان بلکه با مقامات دولتی. وقتی از وزارت پلان استعفا کردم هیچ گونه ربط آمدی، نشست و برخواستی با وزرا و وکلا و رهبران جهادی و چپی و دموکراسی و امثال هم نداشتیم. و امارت که آمدن هم بعضی از کلانای اینا درخواست کردن که ببینن و بعضیش با ما گفتن که وظیفه و مسئولیت اینا. گفتم نه، ما با مقامات بالا از هر قوم مذهب و تنظیم و حکومت و نظام که باشد سرکار نداریم. سرکار ما با افراد عام است، افراد محروم و افراد مظلوم جامعه است. مهم نیست که از کدام قوم است، مذهب است، زبان است، تنظیم است. بنابراین خوشبختانه آن زمان هم رابطه نداشتیم، فعلا هم نداریم. آه، عالی است. جناب بشردوست صاحب، ما چند تصویر برتان پخش میکنیم، اگر بله. یک جمله کوتاه در موردشان بگوین. اول شروع میکنیم از آقای حامد کرزی. یک چانس طلایی داشت، متاسفانه چانس طلایی را از دست داد. بله. و شخص دوم دکتر عبدالله. این چیز مقامات بسیار بالا را داشتن، متاسفانه نتونستن که در خدمت مردم و حتی در خدمت اما ولایت و قومشان باشد. بله. استاد محقق. اینی که فکر میکنم افرادی که شما آوردین کلشان از اما یک دسته است، یک دسته است. قدقل داشت، یک شپرکه داشت و یک دریسی داشت و یکش نداشت، اما ذاتاً محتوان تقریبا ارزشایشان، اعمالشان، رفتارشان با درجات متفاوت یکسان. اشرف غنی تقریبا بینا نمیدونم از بیاکیم هستن دیگه تقریبا. بشار دوست چقدر شما گفتین که یک چیز از باز کاملا اینا فقط و لباسشان و قدشان و قیافهشان و سینشان تغییر میکرد در ارزش ها، در نوع زندگی، کاخ، قصر، منافع شخصی، وطن، مردم، خواب، کشور تقریبا بر اینا یک وسیله بود که به مهداف شخصی خود برسن. زنده باشین، برزه خداوند شما را صد داشته باشد. بزرگوار است، لطف شماست. دکتر صاحب بزرگوار، نام خدا امی دوسیه های شما همیشه پیشتان بود. حال ما کم کم ذره پای میبریم که در این دوسیه چقدر گپای دیگه بوده و ای افغانستان که همیشه به یک پردگاه رفته، به یک مشکل روبرو شده. یه تمامش در دوسیه ها 100% نشته شده. دیگه اگه دفعه ما حتی سر خود شک میگیم که نام ما در دوسیه ها نباشه به خاطر پرسیدن سوال های زیاد. یک اصطلاح هست که میگه بثبوت گپ میزنم. بله. دیگه بشردوست بزرگوار، چیزی که شما میخواین که در افغانستان تغییر بیایه و تغییر بتین در ذهن شما چی است و از دوسیه هم کوتاه یاد کنین؟ اولین کاری به نظر من که باید در افغانستان تغییر اساسی به وجود بیاد، اگر پادشاه است، اگر رئیس جمهور است، اگر امیرالمومنین است، اگر صدر اعظم است، اگر وکیل است، اگر وزیر است، اونها باید از جنس مردم باشد، بین مردم باشد، مثل مردم باشد و از مردم باشد. من فکر نکنم که ما یک رئیس جمهور و یک پادشاه و امیرالمومنینی داشته باشیم که کاخ باشد و قصر باشد و پلاو باشد و لانکروزر باشد و این بتاند با بچه و دختری گریسنه افغانستان کار کند. میگوید که سواره از حال پیاده چی خبر است. دوم به نظر من تغییرات اساسی که بیاد، ما باید از افغانستان
یک کشور تولیدی زراعتی و صنعتی بسازیم، نه یک کشور ترانزیتی و آشفادانی کشورهای منطقه و دنیا. و کار باید به اهل کار در هر چیزی سپرده شود. مهم این نباشد که این نفر از کدام قوم است، این زن است، مرد است، این از کدام ولایت است، از کدام زبان است، از کدام تنظیم است. وقتی که بچه و دختر پاک و صادق به نظر من سرنوشت کشور را به دست بگیرند، مثل که ما وزارت پلان در تقریبا 5-6 ماه سرپای ایستاد کردیم، افغانستان میتونه در 3-4 سال سرپای ایستاد کنه. اعظم دوسیام بشردو صاحب که نام مانشته است، یعنی اعظم هم یک یاد کنین. خوشبختانه نامای شما نیست. شکر است. نامای شما خوشبختانه نیست، جای تردید نیست که شما یک سابقه نیک دارید. تا جایی که ما شناخته شما داریم، وظیفه‌ای که انجام کردین همیشه از شما به نیکویی و خوبی یاد شده. زنده باشین. بشه رازش چی بود که همیشه همراهتان بود؟ در این دوستان مسائل مختلف و گوناگون وجود داره. مثلا درباره فساد و مواد بود، درباره مواد مخدر، در رابطه با سیاست خارجی حکومت، در رابطه با قوانینی که تصویب میشد و در رابطه با موضوعات روز. معمولا تلاش میکنیم که در رابطه با موضوع اسناد و مدارک جمع کنیم، مستند صحبت کنیم. ما افغانای عادت بد داریم که درباره هر چیز دهن خود به اصطلاح باز میکنیم، چشم خود پوت میکنیم و هر چیز از زبان ما برآمد میگوییم. من تلاش میکردم که درباره هر چیز، هر موضوع باید مستند صحبت کنیم، با معلومات باشیم و دقیق صحبت کنیم. در هر دوسیه موضوعات مختلف بود. عالی است. بشاردو صاحب، در این بخش بعض پرسش هایی هست که از علایقتان، از چیزهایی که دوست دارین پرسش میشه، زیادتر تو خصوصی شاید باشه. دوستا هر کدام سوال کوتاه، شما هم جواب کوتاه بگین. تفریح و سرگرمیتان چی هست فعلا؟ مطالعه. عالی است. چی از طریق کتاب، چی از طریق انترنت و لپتاپ و دیدن بعض فیلم هایی که از افرادی که زندگی انسان ها را تغییر داد، مثل گاندی، مثل ماندلا، مثل چگوارا، مثل پیامبر اسلام، به عنوان مثال. بدون شک. دکتر صاحب، کوم ورزش مو ډیر خوښیږي او تاسو یې کوی؟ د فوتبال سره مینه لرم، لوبیا میکوال. هغه وخت چې په افغانستان کې بیا چې ماهر شو، د ټول ورزش د شان هیر شو، په سبق او په کارو یو ډوډۍ پیدا کول کی مستو هغه باندې بوخت شو. بالکل عالی ده. دکتر صاحب، غذایی که دوست دارین بخورین کدام غذا است؟ میفهم که پلاو چلاو نیست. فکر میکنم در کشور ما، من به خودم به یقین هستم که اگر ما از عرق جبین خود پیسه پیدا کنیم، پول پیدا کنیم، نمیتونیم با وجدان آرام پلاو چلاو بخوریم. در حالی که در کوچه خود ما افراد است که متاسفانه گریسته است و نان خشک ندارن. این برداشت من، فلسفه من از زندگی است. بله. بشاردو صاحب، چند پول پس انداز دارین؟ پس انداز دقیقا امروز در بانک نرفته بودم. زیاد وقت میشه که در بانک نرفتم بودم. ما خود اول وزیر پلان که بودیم، تمام ماش خرج دسترخان رو توزیع میکردیم و بخاطر همین وقتی افغانا در خارج شنیده بودن، میگفت که وزرا چور میکنن چپاول. آیا واقعت است که شما ماش خود توزیع میکنین به جایی که از ماش مامورین اینا دزدی کنین؟ میگفتم بله، اونا کمک رو کردن. در پارلمان هم تا زمانی که مجرد بودیم تقریبا 90% وقتی که متأهل شدیم تقریبا 70% کمک میکردیم. بعد که خداوند اولین تحفه الهی با ما داد، به تدریج خانم من وزیر صحت عامه شده بود، وزیر داخله شده بود، بعد وزارت مالیه را به عهده گرفت، یک مقدار ذخیره کرد و من الان ارزش فهمیدم. یک روز تقریبا یک سال پیش از آمدن طالبان به من گفت که باید بسیار دقت کنیم، ممکنه یک روزی وکیل نباشی. من خنده کردم، گفتم یعنی چی یک روزی وکیل نباشم؟ گفت ممکنه پارلمان نباشه، ممکنه پارلمان لغو شود. من گفتم این چیز ممکن نیست. متأسفانه به خاطر ما وزارت مالی ما کم شد، تعداد یک مقدار ذخیره کردن و از امروز زندگی میکنم. عالی است. دوست دارین بار دوم ازدواج کنین؟ من به این عقیده هستم که به نظر من که یک قطره اشک یک خانم بالاتر از تمام دخترای دنیا است. یعنی من اگر زیبای دنیا را
و من بگویم من نمیتونم که یک ثانیه تحمل کنم که یک قطره اشک از چشم خانم من خدا نخواسته از بله عالی است. یعنی خداوند عالی است. چقدر با انصاف آفریده جناب بشر دوست. از هر لحاظ از هر لحاظ بشر دوست نمره 100 پیشما. خواهش میکنم بزرگواری شما. لطف کردین. جناب بشر دوست، رقیب سیاسی شما در پارلمان کی بود؟ اگر راستش پرسان کنید نداشتیم، چون رفت آمد نداشتیم با آنها. و وقتی من را به عنوان این که اعتراض میکردم و حق میگفتم، من را وقت از پارلمان اخراج میکردن، متاسفانه کدوم وکیل نبود که استانتما که من هم اگر بشر دوست اخراج میکنین اول چرا اخراج میکنین، بعد اگر بشر دوست اخراج میکنین باید من هم اخراج کنین. یک بار آقای بکتاش سیاوش تصمیم گرفتن که اخراج کنن، من رفتم در کنارش استاد شدم، گفتم که اگر سیاوشیان شما آجی وکیل میگفتم، اگر آجی وکیل شما اخراج میکنین من هم اخراج کنین. بعد خوشبختانه بگویم که دوی ما اخراج کرد. متاسفانه وقتی من اخراج میکردم کسی نبود، متاسفانه که استاد چه وکی چرا بشر دوست اخراج میکنین، اگر این اخراج میکنین ما رو هم اخراج کنین. عالی است. بله بله. دکتر صاحب از این وقت بکر که هم سیاست کوای؟ الله بعد من اسمو که نده چی سیاست رو نکو، اما سیاست دانه ده چی علت او کم کو فرمان ورکو چی ده کار بکی ده کار مکوی. فکر که زب وزیر نیم، زب کماندان نیم، بله بس رو کماندانی کوی وزارت کوی، اما دی سیاست نه زین وقت خبری کوی چی با خورا با یواد کستون زسده. بله عالی است. او بشر دوست صاحب سونه سفرونه مو کړيدي او کوم هیواد مو ډیر خوښيږي؟ په 1950 کال مهاجرت وکړ ایران ته، پاکستان ته، بیا فرانسه کې سبق وویل، انګلستان ته می سفر وکړ د انګلیسي لپاره، آلمان، سویدن، بلژیم. هغه وخت چې افغانستان ته بیا راغلی و داسې سفر مو نه دی کړی، یو میاشت می سفر وکړ د کډوالو پلخه په آلمان او سویدن کې. خاخه کومه واد یو متل در شوای هر چاته خپل وطن کشمیر. کشمیر بالکل دا هیواد می خوشی جی، بلی دا هیواد نشته چی وایم چی ما ته جوان خان ورکو. ډیر علی بشر دوست صاحب، ډیر علی. ډاکټر صاحب کوم وکیل بود که گفته باشین خواب شت کله چیز می آدم عزیز داتر چه بخیرش گپ زدم نفهمید؟ نه تنها وزیر بلکه همه ای ما، متاسفانه این جمله خود من، وکلا، رهبرا، وزرا، هیچ کدام ما کاری نکردیم که حتی منافع خود در از مدت تضمین و تأمین میکردیم. بله. امروز تقریبا آوار هستند، در هر جایی که باشند یک مسافر هستند، و اگر در زندگی لوکس هم داشته باشند یک نوع زندان طلایی است. تقریبا تمام ما متاسفانه مسئولیت سکوت بوده داریم. بله. دکتر صاحب محترم، آیا موسیقی هم میشنوین گاهی و کدام آوازخوان دوست دارین؟ خواندنای امزایی را بیشتر دوست دارم. بسیار میهنم، مادرم عجب صبر خدا دارد، چون فکر میکنم که هر کدام از اونها یک فلسفه نهفته است. شاید یک خواندن رو دقیق گوش کنیم معادل 3-4 کتاب باشه که میخوان. بله بله. دکتر صاحب تولنیز و رسانه و نه در تیک تاک نه هم استفاده کوی؟ بلکل بلکل تولنیز و رسانه که هرو مرو استفاده کو، هرو مرو وینو، زکه چی نفت که ولی چی دیده نه لری جوان بکن. دکتر صاحب چند سوال که شما فقط در حد یک بله و نخیر به ما جواب بتین. آیا رشوت برایتان پیشنهاد شده بود؟ نه. با موترتان به دست گاهی رفتین؟ نه خوشبختانه. مشاجره لفظی گاهی با رئیس جمهور داشتین؟ با آقای امید کرزی وقتی وزیر پلان بودیم. بله درست. سرخیز هستین؟ بله. عالی است. دوست دارین رئیس جمهور افغانستان باشین؟ اگر مربوط به این میشه که در چی شرایط، در شرایط فعلی نی. مقصد بشر دوست صاحب از طرف ما اینه پنج دانه رأی دارین، هر وقت که باز بخیر چی کردیم؟ بله. دقیقاً وقتی یک انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف باشد که از طریق رأی مردم، من فکر میکنم یک از بدبختی افغانستان است که کسی با رأی مردم درگ نرفت که با مردم پاسخگو باشد.
اگر واقعا کسی برای مردم رفته باشد مجبور است که به مردم پاسخگو باشد، وگرنه مقام و چوکی خود از دست میدهد. چرا اگر انتخابات شفاف عادلانه و آزاد باشد. بله دقیق. و آیا میخواین بازم در پارلمان باشین اگر پارلمان بازم تشکیل شود؟ اگر پارلمان تشکیل شود، اگر انتخابات آزاد شفاف عادلانه باشد، حداقل صدای مردم هم میتونیم که انعکاس بدهیم در تا و خواسته هایشان. یک مایی کس که در اختیار ما بود، مایی که پارلمان و مایی که رسانه ها، مایی که رسانه ها خوشبختانه این بوز است، متاس پارلمان نیست. بله. درست. بله. درایوری یاد دارین؟ نه متاسفانه یاد ندارم. چون بله. موترم کس دیگه برشون درایو میکرده. دقیق است. بله. و آیا دکتر صاحب با تفنگ فایر کردین؟ وقتی که نوجوان بودیم شکار میکردیم، تفنگ شکاری داشتیم. درست. بسیار عالی. و آیا برخورد فیزیکی با کسی داشتین؟ تا جایی که یادم میاد نیم، متعاد در کوچکی حتما با سری فوتبال و سری بازی. بله سر فوتبال یا که میشم بلند. بله. و در خارج از کشور دارایی یا کلام خانه دارین؟ نه، اگر کسی کدام حساب بانکی، کدام تجارت، کدام اینجو، کدام خانه پیدا کرد از طریق شما، من میگویم که از خودش باشد. یک جمله میخوایم اضافه کنم. یک چند سال پیش یک ایمیل از سوئیس آمد که بشر دوست 56 میلیون دلار در حساب بانکی در سوئیس داری. بعد من به این جوان تماس گرفتم، گفتم 56 میلیون من به وکالت میدم، 56 میلیون دلار رو بکش، 55ش از خودت باشه و 1 میلیون دلارش به من بده. اول نداد، بعد در یک برنامه از طریق تلویزیون طلوع که در اون زمان دوستا داخل بودن، من یک برنامه دعوت کرده بودن، از طریق این برنامه من بالای می جوان صدا کردم که 56 میلیون دلار، چون واقعا پیسه نیاز بود اون زمان، گفتم 56 میلیون دلار بکش، یکیش به من بدهش، 55ش از خودت. حالا مگه شما کدام چیزی پیدا کردین؟ کلش از شما باشه، هر کسی که پیدا کرد. تشکر دکتر. زنده باشید دکتر صاحب. دکتر صاحب در این مسیر خدمتگزاری به مردم چی در گذشته چی فعلا، یکی از بزرگترین موفقیتاتون برای ما بگوین، یکی از بزرگترین شکستاتون. بزرگترین موفقیت فکر میکنم یک راه نو باز کردیم که ما میتونیم وزیر باشیم، وکیل باشیم، مثل مردم باشیم، بین مردم باشیم، از مردم دخیق. باشیم، بین زن، مرد، اقوام، مذاهب، تنظیم، ادیان هیچ گونه فرقی نداشته باشیم، نکنیم و همچنین در خدمتشون باشیم. بزرگترین شکست این بود که متاسفانه از صحبت ها و پیشنهاداتی که ما در طول 14 سال کردیم 1%ش هم گوش نکردن و عملی نکردن، حتی توان شنیدنش نداشتن. بله دکتر صاحب، تاسو خواری چی پراتلون که استاس لرگان سکارسی؟ دقیقا هر شوی چی دوی غواری، اگه دوی علاقه، دوی استعداد، زخ بده باورم چی دوی باید آزاد پریشدو، چی دوی پخت بلا هود ونیسی چی سوکی. بلکل، عالیده. و بشردوست به عنوان آخرین پرسش، چون شما در افغانستان هستین، به نظر شما کدام نکات است که دولت فعلی باید عاجل رویش کار کنه و تغییر بده و پیشنهاد شما چی است؟ فکر میکنم که سوال شما خود بسیار وقتم میخوایم، مطابق به صورت خلاصه بله. عاجلترین، مهمترین و ضروریترین نه تنها امروز، بخصوص امروز، این است که باید برکت در دسترخان مردم آورده شود. دقیقاً بسیار از هموطنان ما رنج میبرند از بیکاری، از فقر، از گرسنگی. بله. و همان اندازه که امارت در امنیت کامیاب است، به نظر من به همان اندازه در برکت در اقتصاد ناکام است، به همان اندازه که در مبارزه با مواد مخدر امارت کامیاب است، به همان اندازه در تحصیل متاسفانه ناکام است، نه تنها تحصیل دخترها بلکه تحصیل بچه‌ها هم، چون به صورت واقعی مکتب امروز برای بچه‌ها موجود نداره، مکتبی که میز نیست، چوکی نیست، کتاب نیست، معلمش گرسنه است. بنابراین فکر میکنم در بخش اقتصاد و همچنین یک 4 تا بند بزرگ ذخیره آب را اینا باید روی کار بگیرن که هم ما فارمای بزرگی زراعتی داشته باشیم، چون فعلا از 70 میلیارد متر مکعب آب ما 60 میلیاردش خارج میرود و 10 میلیون هکتار زمین قابل کشت، ما 8 میلیونش کشت نمیتونیم چون آب نداریم. و همچنین ما اگر 4 بند بزرگ ذخیره آب داشته باشیم، افغانستان هم
خانهایشان برق میدیم و هم صنعت میتونیم فعال و استخراجی چهار معدن بزرگ مثل میسی آهن، لیتیوم، میسی آجیگک، میسی لوگر، آهن آجیگک به عنوان مثال و همچنین لیتیوم و یورانیوم افغانستان. عالی است، عالی است. یک جهان تشکر بشردوست بزرگوار، بسیار لطف کردین، واقعا بسیار خوش گذشت. قصه هایتان، صحبت هایتان قدر شیرین از بشردوست که میگم امی برنامه ادامه داشته باشه و 24 ساعت که شما قصه کنیم و دوستان ما قدر علاقمند هستند بشردوست با سراسر دنیا کلی علاقمند هستند که گپ های شما رو بشنون. بسیار لطف کردین، تشکر از اینکه با گپ جمع گپ مهمان ما شدین. تشکر از شما، ما کدام کاری نکردیم، بزرگواری شما و مردم افغانستان نشان میدهد. هر وقت خواسته باشین در خدمت هستم، واتساپ ما در اختیار شماست. یک جان سپاس دوستای عزیز، بریم به وقفه، بعد از وقفه زود برمیگردیم. بله دوستان، دوباره خوش آمدین و عزیزایی که مهمانی دارین، مهمانی هایتان بخیر بگذره. در یه هفته دیگه یکان تا باز در پارک یا دعوت میکنه، مصرف کلانتر که میکنن باز میگه بیاین در پارک فلانی میریم یا در اینی جای تفریحی میریم او میله که ویو طول دستان یوزکی گی نو اخویتم سلام و به کسایی که دوستایی که در خانه ها مهمانی دارین در آخرهای هفته معمولا جور میکنین، پلان میکنین یا در یه هفته پلان میکنین، بخیر بگذره. رخصتی هم بخیر بگذره، مکاتب هم دیگه تقریبا اون شروع شده و شروع میشه، در بعض جای فرق میکنه. خوش آرام باشین و دوستایی که ما را بیننده هستن، اگر میخواین شما در برنامه مختلف همکار ما باشین، مثل از این همکارای ما کار اینجا هستن، در برنامه دیگه همکار باشین، استعداد کمدی را دارین، دخترا و بچا، شما میتونید یک ویدیوتون را ثبت کنین، یک دقیقه یک نیم دقیقه گپ بزنین و روانش کنین به واتساپ ما 9169060989 یا میره در واتساپ پیدا کنین و در ویدیوتون یک دقیقه مو خلاقیت تونه بگوین، گویندگی میکنین و اجرا کنین، اگر کمدی میکنین کمدی اجرا کنین و ما بازم این کارا میبینیم و دیگه دوستا میبینن نظر میتن، بازم راه شما با تماس میشیم و برای ساخت اعلان تجارتی تان به خاطر محافل روسی تان کلش در خدمت شما امی دوستا هست و نمی شماره هست و مهمانای آینده و برنامه‌های آینده هم بخیر در خدمت شما خود بود. هر یک شنبه میایم، هر چهارشنبه هم دیدار وطن دار. کدام گپ دیگه است که بگین دوست شما؟ من گپ داشتم واسه در فضای باز که مهمانی میباشه آدم زیاد میخوره، در خانه نمیخوره. من گپ بود اگر دلت شد باز بنداز. نه خوب گفتی که دلت نمونه. اول دوستا بر شما مفتی خوب خوشا میاد. دوستا ببینم میخوانی. زنده باشین حفیظ جان، تشکر. من خوب است که این دفعه ده هفته است که جوال کم دارم، شایدم تفریح کنم یکم. نه ایوان چکر یاد برین شما هم چطور؟ دستم هفته خورم. ان شاء الله چه یو پر انرژی هفته ولری. بالکل. او هم دست یه هواد والتم. دیر من خیر وسه. و منم هم دست مصروف یو. مصروف کارونه که مصروف یو. برنامه که نه شب ما مارم اصلا نه روز ما گاهی در ادت مصروف هستیم، گاهی در برنامه مصروف هستیم، اما این خوشی و لبخند دوستایی که میالا میبینن یعنی میدگه کل دنیا هست برنامه. من رنگ نفر پسان که قدر خود مصروف میگیری مصروف هستی باز چی میشه آخرش؟ من گفتم آخرش هیچ، گفت خیطه بعد تکلیف پیدا کردی. نه اشتباه میکنه، کار عبادت است، مصروفیت عبادت است، سالم هم مگر دیگه ان شاء الله که کلی یک نتیجه به بیروزی یک نتیجه آرسی یک مطلب بوده که شروع باید میرد نظر کس به بیروزی خیر خوب است که داخرام گفت داخرام گفته شد زیاد مطلبای دیگه هم است. اوقات لذات خوش، همدلی از هم زمانی بهتر است. زنده و سلامت باشین متانای گل، خدا حافظ و نگهدار تا یک شنبه بعدی با امان خدا. خوشی و لبخند با HM Production.